حرفه دیشب مال دیشبه، دیشب داشتی، دیشب بردم، حالا صبحه. حالا تو موندی و صورت حساب دیشب، از گریه کردن که کار درست نمیشه. دیشب صدای خندت تا تهرون میرفت، همیشه همینطور. صبح که میشه بخوای نخوای کوله بار شب رو دوشته. من 700 تومن داشتم که اون از زن کمتر از تو بخچم کش رفته، دیگه چیزی ندارم. تا تهرونم باز بری؟ آره تا تهرونم باز برم. فکر میکنم بتونی با ما حساب بی حساب کنی. شاید اگه با ما خوب تا کنی و هرسمونو کیفور کنی، ما هم بتونیم جور کنیم واسه تا تهرونم بریم. بکنم. اگه گفتی اشرف بلنده رو رضا دارشکیچی برده و صاحب خونه زندگیش کرده، قصه است. از خود اشرف بپرس، رضا برده بود و باهاش کار میکرده. مردا فقط تو فلانت زناشون واسه ما میمونه و جای گازوشکون خودشون. تو دنیا زنای مثل ما زیادن، فقط مواظب دوزاریات باش، عاقبت به خیر میشی، وگرنه زود میمیری. یعنی وقتی مشتری نداشته باشی باست میمیری. آخه تو این کار آدم زود پولدار میشه، زود خاطرخواه میشه،
زود سر زبونا میفته. آخ زودم جوون مرگ میشه. عجب مالی است، کرمونی پا خورده است. توف بین شانس، هر وقت به یکی از اینا برخورده ایم، یا تو قطار بودیم یا تو تاسکی، یا وقتی که نه ناقامون هم پامون بود، باز چی انقدر تون میری آمون؟ یا جنی گرداد صفا کنیم؟ قالیه به این خوبی حیف نیست پن نشه، حیف نیست چوب نخوره تا تکونده نشه. یه جنی گرداد صفا کنی؟ پولاتو جمع کن، یه ماشین بخر، اون وقت هر بخواستی صفا کنی بزن رو ترمز. اینقدر مادم بیزو سلامات بفرستیم با هم، میخواد بارون بگیره تا جاده خیس نشده باز برسیم ترون. جا نداری؟ من جا دارم ها، فقط باید صبر کنی هوا تاریک بشه که ننم چشاش نبینه. آخه کورمال کورمال میکنه. تو چهت زن، چرا اینقدر تو فکری؟ به چی چی فکر میکنی؟ تو الان 6 ساعت است تو فکری لاگردان. تعجبیه؟ ببین چی چی میگم دختر خاله، این 20 تومانی که پیش ما داری نمیخوای بستونی؟ عجیبه، ما از اون پیر پاتالا بهتریم که اول دندون آریاشون در میارن. تو گوهر شناس نیستی زن، تو رو چه به درد من؟ باز که رد کردی این جفتم بزنم شلوارتم باز دردی. کارت ها کن. سلام مهد آقا. جفتمونم زیر گرفت، قالش گذاشتم و زدم به چاک، پولاشم آوردم. عشقشم رسیدی؟ شما که نگفته بودین نه. اینم پولاش. من چقدر تو بدم میام، حال ما معلومه، قرطی مسلک ها رو دوست نداری. تو یه کاری واسه ما کردی، اما ما بازم از تو بعدمون میاد. اگه کسی واسه ما خبر بیاره که جایی با ما آشنایی دادی، یا هر جورش که بخوای اسمتو با ما لعیم کنی، سر کارت با دشنه هست. بسم چاک. Oh, sure.
باور کردی شو کردی همان رو کردی ماها رو بیچاره هفتصد تومن تو برداشت زد به چاک هفتصدشو تو واسه بهش بدیم اینا بشته ها به من چه واسله داری؟ شوهر کرده بابا شوهر کرده بابا مینا گردنش گذاشت گفت یارو لوتیه شاید من بگم هنلاخه جور خورشه اونم میخوره فکر پاشی میذاری جای پای اشرف بلنده خلاصه لغمی بود که تو واسش گرفتاری من آقا گشنه بفهم ها واسه چراغونی میکنه دو تا اتاق واسد گرفته دو در توه ببینم بالا خونت یا حیاته ماما این چندانی بود قالش کجاش ببینم شیر باها چقدر واسی منو کشت به شیر باهاش شیر باهاشو بگو ای بور پدر همه تون خونه تون بیمر رو سر همه تون خراب میشه بدبختای کپک زده مرده واس خاطر من هر دوت میکشن اینجا نگاه چه سوتا کور شدی دو تا جیگور جیب خالی و موسموزم خاک بر سرتون سرم و کلا گذاشتن به جهنم که چی؟ من همینم مدشنم میخواد داد بزنه نمیخواد پاس ببره من همینم ایوه نست من همینم تو برو تو سلام مهد آقا بفرمایی چایی سرد نشه طرف تو اتاقه در به داخونه کتک خورده ها رونده از خونه ها مونده تو کوچه ها بی کسا کارا چه قصه باز باسه شما ها گفت به خر گفته بودی تا حالا سر چراغ قرمز خودش ترمز میکرد به ما گفتن یکی از شماها در رفته بوده با یه شوفه واسه دفعه آخر میگم دوتا گوش دارین دوتا هم قرض کنی کس بی خبر از محله بیرون نمیره خواست بره ما باز بدونیم یا اینکه حسین رضا همپاشون باشن تنها برن سر کارشون با دشنه است این دفعه هر کی بوده شانس آورده اسم ما نگفتم اینو بکنین تو گوشاتون مردی که تو اینجور خونه ها میاد فقط واسه یه چیز میاد ما پخته کردیم اما
شیرفهم نشو، گوشاتونو وا کنی. کس تنها هموم، سلمونی، سینما یا خرید نمیره. خواست بره رضا یا حسین باش میرم. دلتون دله، کارت بخوره. ما نگفتیم جلوشو تیغه بگیریم. رفیق شخصی داریم با که ما نیست. اما بیرون کسی رفیقشو ببینه سر کارش با دشنه است. بونه زیاده. آدم، سقه، شکولات کشی، عکس آرتیسا. اما واسه هر بونه خواستین گورتونو گم کنین و تنهای لشتونو از محل بیرون ببرین، رضا یا حسین واس بدونم. ما هم یتیمای همین محلی. ما هم کسایی مثل شما ها پس انداختن رو خشت خاک این محل. هر زنی تو محله از جای مادر ماست. هر مردی هم از در بیاد تو ما حساب میکنی پدرمونه. خلاصه تقاص پسته بدبختیمون شما هایی. بی بچی یتیمای محل جایی نمیریم. برین سر کارتون با دشنه است. مامان اشرفی، باش بی کارت دارم. بگی، این پولای بنفشه است. 300 سهم تو، 300 هم سهم من، 100 هم مال یارو که برددش شما. حواست جمع اون باشه، پسورد و نگی به ما نگفتی ها. تکون بخوری بردنش. تو واسه خودت سنگ به سینه میزنی. واسه یه امواتت. ساگ مصاب بیانصاف. شنفتم امشب سفره داری؟ آره، مینا واسه عبدالله خان. حواس جمع عبدالله خان باشه. نگرش دار، نزار پر بخوره. اون دستش خوب تو کیسش میره. عباس پرو هم شنفتیم. عباس چه خانم میگن؟ جفتش درستی. واسه این به هم میگن عباس پرو. من چطور رو کم میکنم؟ اما چرا به هم میگن عباس چاخان؟ نمیدونم، چاخان تو ذات ما نی. اونایی که به هم میگن عباس چاخان واسه هم هفت داره بردن. چاخانی دیگه. مگه به منیژه نگفتی واسه اش یه گوشواره طلا میخری؟ آره. مگه به پوری نگفتی تو درکی یه باغ داری که یه سرش درک است یه آره. سرش شاب دلزیمه؟ آره. مگه به من نگفتی یه خونه داری لب جاده که آب دریا تا زیر تخت خوابش میره؟ آره. مگه نگفتی منو با خودت از جاده ترکیه میبری آلمان؟ آره. مگه نگفتی یه روز منو میبری بازار طلا فروش و یه دستبند واسم میخری؟ خودت گفتی دیگه. من گفتم. فهمیدم. واسه تو هم میخرم، واسه تو هم میخرم، واسه خودم هم میخرم، اصلا واسه همه میخرم. آره. اون وقت میام باقم میبرم ات. من اصلا میدونی من دست بخریدم خیلی خوبه. اینقدر ریخت و پاچ نکن. اول بدهی تو به ما بده، بعد اگه چیزی تهش مون فضل و بخشش بفرمایی. آره. اما من هیچ یادم نمیاد به تو بده کار باشم. مدلکی لابد اینا مال تو نیست. هیچ ای هست هیچی. دو متر و نیمش واسه خالت یه چادر میشه. عکس چکت دیگه پر رو چه چک من. آره چک منه. درسته، امضاش هم درسته. خب چی شده؟ هیچی، چک خودت هست یه نه؟ آره چک منه. مبلغش هم که درسته. خط خوردگی هم نره که بخواد تصدیق امضاش کنم. خب پس چی شده؟ فقط بانک اخ نکرد. عجب خریه. واسه چه اومده سراغ من؟ برو یخه بانک رو بگی او پول نده به من. چه الان خودم پولت میکنم. ما تو زهر خونه داری؟ تو باید تو باید بیاییم بچه ها باید تو بینم لاکه چه دو باره افا اما تا خواهدش نم بشکنه برو بینم برو
نبود؟ شاید لفظه؟ اینم آخره بله شما عباس رو بلش کن بله بابا دست خورد ناسلامتی ما تو رو سفره دعوت کردیم اومده بودیم اینجا یه تبنده کنیم این عوضی ها خوردم به پست ما مگه خونه بچه یتیم میخواستی بری؟ را بیف بریم بچه ها منتظرتن یالا عباس چخان دستبند منو کی میخری؟ من میخرم من دست بخریدم خیلی خوبه من میخرم واسه نکنه اونا مثل قضیه باغ درکه و گوشواره پو من سوات موات زیاد دارم بگو چه مرگتش شاید یه فکر واسط بکنم تقصیر اینه این؟ آره همه یه بدبختی من اول وقتی شروع شد که چشم به این عکس افتاد اولش تو اتاق اشرف بلنده بود منظره با صفایی هم جون میره با صفا خوره این من اینم آره وقتی این عکس رو دیدم دلم هوای دوتا اتاق کرد و یه مرد که مال خودم باشه چیزی که تو شرط زیاده او اتاقه آره اما چیزی که کمه مرده آب چه آبی وقتی لای سرده ها میده بابا انگار یه ردیف الماسه که تو زمرد کار گشته باشه بوی درخت های حقاقیش آدم رو خول میکنه بلبلا و سسکاش که میخونه همه قریب قربا یاد کس و کارهای خودشون میافتن نه گفتنیه خلاصه حسرت یه مسخال هواش تو این خیابونای گازوئیلی به دل آدمی زاد میمونه قضی خوبه؟ پا تو بچه شهر نیستی؟ دشمنت بچه شهره حالا تو باقی درکتون کیا هستن؟ یه باغبونه پیر فقط همین اصلا میخوام باقا برفروشمشو دو تا اتاق واسط بگیرم برفروشم نفروشم اصلا دو تا اتاق خودم واسط میگیرم اشرف بلندی الان بچیدم شدی شک نکن دروغ تو ذات ما نی به مرگ مادرم قول ما قول زن دروغ تو ذات ما نی تو هم خونه دار میشی هم بچه دار پشت بیا پشت بیا قصه خوبه تو چون نمیدونی پشت بیا حساب کن رخت دادن در رم چه با من حساب بی حساب شی قصه خوبه بایستا یه جون اینه با بارفتن میمونه نه خمر که من بزرگ این چی زده تو دامنه تو در رم دامن حسل کار دامنه به مرگ مادرم یهویی دیدی سه قلو بچه دار شدیم آخه ما فامیل هست سه قلو پس اندازیم نه نه من سه قلو میزدیدم همه میمردم اما من ناکس تکی در اومدم و موندر شدم Thank you.
آخه که چی میشه شینگه جرجر میکنی با این مشکون خراج پراجر؟ اکه این هوای لاکه دارم که دست فردار نیست مرتب داره شر شر میباره. تو تو قضیه من رو داشت های زنی پانچه رو میدونی؟ همه دوزم میدونم من سه تا بودم اونا یکی من یکی بودم اونا سه تا زدم بازی منی بنفشه هست اسم خواهی کم ببین آمدم به جمعه بازو این هوا گردن گوشت نگاه از اونا تو این کاو پیشه ماشالله چی؟ تاق یکی از دوتا اتاقا دلم میخواد رو تاقیش یه ماهی گونده نقاشی شده باشه ماهی خیلی دوست دارم رو تاق و اتاق خوابم یه ماهی باشه تارا چند تا تاق دیدی که روش ماهی باشه؟ هیچ خیلی خب خودم رو تاقشم یه ماهی بسد میکشم به به چه بارون چه هوایی چه شفایی هش کردم به به چه آهنگی واقعا هش کردم به نازم به اون پنجه آخه یادت بخیر اشرف بلنده بله قد خوبه تکو تکو یه بولی نخو اقد ندیدی ماما باز شروعش دختره چارش نمیشه اونایی که آدم حسابی بودن وسط چیکار کردن که این بکنه وا مگه اون چشه بهش بگو اون کی عبدالله خان سرور همتونه شوفر ما الانم تو کوه کمر داره میگازه دوستان بهش میگن عباس آقا پررو جاشم تو گاراژ خودم پایین سرای سیروسه پسر خوبیه فقط یه روده راست تو شکمش نیست نه از داره آتیش با آتیش دروغ بگه بهش میگن عباس آقا چاخا فقط اسم خودش راست میگه اونم تازه باز از ثبت احوال پرسید راست میگه یا دروغ
پیدا کنم. بهش میگن عباس چاخان. من با زنها حرف نمیزنم. آی مرتضا، مرتضا ببین چی میخواد. به نظرم با عباس چاخان کار داره. کی میخواد چپ و راست عباس آقای ما رو بدونه؟ ها؟ شما میدونین اون کجاست؟ عقب کامیون خوابیده. وا! نه نه. چرا؟ صبر کن بابا، چاخان کردم. چی کارش داریم؟ من بنفشم. خیلی کار واجبیش دارم. پس بنفشه شما این؟ خوش وقتم. عباس از شما خیلی واسم گفته. بفرمایید تو بالاخونه تو واسه تون بگم اون کجاست. بفرمایید. اما دو داشت های ناکس رحیم خونچه چهار تا بودن و من یکی با چه بزن بزنی جنس را عدتشون داره بردم خدا میدونه. کتل و کمر روندم و جنس را بردم تایخه. اما تازه خیتی تایخت بود، جنس لا رفته بود و من رو دست خورده تو زندون. ماما واسه ایدی. آره همیشه همینطوره تو این کار لامصب. آدم تا میخواد راستوریست بشه یه جای کشتیش سوراخه. سوراخی که شطور با بارش توش رد میشه. این حواس سوراخ. 9 سال من و قلم زنجیل با هم جنس بردیم. آبادان احواز، احواز تهرون، بوشهر شیراز، خط ما بود. اما آخرش چی؟ من عبد گرفتم، علوم نامردم با سهم من داره یکی واسه من، یکی واسه خودم بازی میکنه. اون الانه آب تو درش تکون نمیخوره، آخه میدونه تو عبدی شدی. آره، اما ما تو این کار خط و قانون داریم. مینا خب معلومه دیگه، تو این کار شکیت نمیتونه به شریکش نارا بزنه. میدونی داشتم اگه اسم آدم دنبالش خیتی باشه و جنس بی جنس، قرار بی قرار، خط بی خط. این دیگه تکلیف اون داشت بی غیرتمه. اون باست بره دنبال قلوم زنجیل و حق منو بیگیره. اما لچک سرش بسته و خونه نشین شده. بد مروت اقلا ملاقاتی ما هم نمیاد. بینم حقه چقدر بوده؟ 50,000 تومان. نصف من نصف اون. اما ناکس من اون لو داد و جنسا رو از بیرای برد تای خط و حقا گرفت. تو جنوب جوره دیگه میگن. ببخشینا احمد آقا، اون برای میگن شما خواستین لو بدین، اونا میندازنه تو اچه. آره تو جنوب حرف اونه. اما غلطی فرمایش کردن، قضیه همونه که من گفتم. عباس، عباس حاج ابرام، ملاقاتی داری. باشو معطل نکن، باشو. گمونم غلام زنجیله اومده حق تو بده من و واسط بیارم تو. خودش خجالت بکشه بده به خودت. جد این بند شبم آزاد من انشاءالله. بگو ایشالله. هفته بعد پیشتونم. بگو ای والا. ده واسه چی اومد اینجا؟ ها؟ منو چجوری پیدا کردی؟ باغبونه باقی درکتون پرسیدم. باغبونه پاک آبرو ما رو برد. ببینم اون بهت گفت که ما این تو این. بسی دیگه، چرا اینقدر چاخام میکنی؟ من که میدونم 2,500 تومن بدهکار بودی آوردنی تو اینجا. چی چاخام میکنند؟ دشمنه چاخام میکنند؟ آخه من که تو چیزی نخواسته بودم. دیدی حالا؟ دیدی تو چاخام میکنی؟ چطوره چیزی نخواستی؟ تو هم من دو تا اتاق خواسته که رو تاق اتاقابش عکس یه ماهی باشه. ما چه گفتیم نوکرتیم. داخل دروغ گفتی دیگه. میخوای به سند بدیم که ما نوکرتیم؟ میخوای استشهاد محلی درست بکنیم؟ شادی این سرکارم زیرش امضا کنه. من سرکار وقت داره تموم میشه. چخا نکن سرکار، خلاص شم خونه دارت میکنم.
دو تا اتاق واسط میگیرم. تو بمیری این راست میگم. خب بعد معلومه دیگه، آب تو به سرت میریزم و عقدت میکنم. بگو مرگ مادرم. مرگ ما آخه من که مادر ندارم. من خلاصت میکنم قربون تو. میدونم چقدر بده کاری، اما الهی اگه بازم بهم دروغ گفته باشی یا جفت چشات کور شی. الهی بری زیر یکی از اون کامیون گنده ها و ولوش. الهی اگه دروغ بگی. الهی چی؟ اگه دروغ بگی تو رو خدا اینقدر بهم دروغ نگو. تو بمیری دروغ تو ذات ما نی. خب حالا که خلاصم میکنی همین فردا. وقت تموم شد. تو هم وقت گیره باری سهر کن. وقت تموم شد ببین بنفشه، منو تو چش انتظاری نکاری بری حاجی مکه با. بفرمید. آره بایی چاخان نکنی. واسه چروک شدی؟ این زنه بنفشه. نه بی خیالش. تو نمیشنسش. تفلی خاطرهای ما شده. اومده بود ملاقاتی، گفت میخواد بدهی ما رو بده با خلاصمو کنه. همین فردا چقدر زبونم گیر میکنه. با اوتود کرده. چرا چروک شدی؟ نمیدونم. یارو خیلی حالوه. تو نمیری آدم دلش میچوزه واسش چخان کنه. چخان کنه میدانی؟ چرا؟ اونم چه زنی؟ به حالو خودتی هستی داره رنگت میکنه. خودتو فوری سومتو بکش. بر نمیداره. خلصه خلاص شدی نشونی داشتمو بهت میدم، برو سراغش. بهش بگو بره سراغ قلوم زنجیل و 25,000 تومن حق ما رو ازش بگیره. بگو نظره بگن داشای احمد بیدق بی غیرتن. بهش بگو نصف من نصفون. بهش بگو از پف نم زدن نون کسی چرب نمیشه. کم و زیاد کارم بهت میگم. بهش بگو اسما رو، نشونی ها رو، واسطه ها رو، دوز و کلک کار رو. خفت به ذات داشای رحیم خونچه. خلصه میکنم وقتی این اسم رو بدونی ها مثل اینه که شیشه عمر قلوم دستت باشه، لای پنبه میذارتت که نشکنی. مهد آقا. شده مهد آقا داره میادش. بنفشه رو میگم داره میادش اینجا. از صبح دنبالش بودم، رفت زندون ملاقات یارو، حالا هم داره میاد اینجا. اومد خلوت کنی چرا؟ بحثمون درد نه، ادر پشت بون برو. محمد آقا محمد آقا. کیه؟ منم بنفشه. کارت دارم. واسه چی اومده اینجا؟ سلام. سلام.
چی میخوای؟ پول لازم دارم. پول؟ آره. واسه چی؟ واه واه، بابتش انگوش میزنم. صدقه که نمیخوام. نگفتم بابت چی، پرسیدم واسه چی. مگه من رفیق شخصیتم که ازم بازخواست میکنی؟ خب پولتو پس میدم. نمیدیم به درک، تخمشو ملخ نخورده. اینقدر کسو هستن جونم. میگه بشین و تمرک. چه قصه میخوای؟ 2500 تومن. نه نه، 2700 تومن. خیلی خوب بهت میدم، اما باز انگوش بزنی. هر وقتم که پولمو خواستم باز پس بدی. این حکم کاره، فهمیدی یا نه؟ چی شد؟ خب میدم. بیا انگوش بزن. یه سریم به خالم بزنم، یه خودم کار دارم. تو برو، من شب میام سراغت. باز میخوای قالم بذاری؟ میخوای بری و دیگه بر نگردی؟ بازم داری واسه من چاخان میکنی؟ به مرگ مادرم اگه چاخان تو ذات ما باشه. تو که گفتی من مادر ندارم، حالا چطور شد مادردار شدی؟ نه، به مرگ مادر، به مرگ خودم چاخان نمیکنم. اگه چاخان بکنم خدا منو بخونه زیر ماشین. تو که مادرت مرده بود. ببین، تو رو خدا به من دروغ نگو. اگه بخوای نیای من کاریت ندارم، برو پی کارت. فقط به هم دروغ نگو. من حتما میام، همچی که تاریکی افتاد تو شهر میام سراغ. بگو تو بمیری. تو بمیری میام، همین بغلا نگهد آقا عجب خریه، میام دیگه. آخه اگه نیای چی، من که نمیتونم تو کوچه خیابونا دنبال تو سگ رو بزنم. این بمیره میام. خیلی خوب، یواش. قد خیال. خدافظ. برو آقا. جانا تو بپا. یه انا برام اومده کارت داره. انت داشت پیغوم آورده. اش بگو بیاد بالا. یا الله. سلام علیک. سلام علیک. بفرما. زنده بودی؟ آره. این مادر زنم با ما مثل خربوزه و عسل میمونه. تو هر جا ما دوتا باشیم کار اونجا تمومه. دو ماه پیشم زیر پای زنم نشست و اونم رفت میریش و گذاشت اجرا. مارم گرفتن و انداختن اون تو. خب داشتم چطوره؟ خیته وسط پیغوم داد که بری آبادان و حقش و غلام زنجیری بگیری. گفت تو دل و جیگرش رو داری. نه ندارم. یه مرد این حرف رو نمیزنه. دوره برات نگاه کن، من سه تا بچه دارم، زن دارم. یه وقتی سرم واسه این چیزا درد میکرد، اما حالا خبر به ام برسه یکی از این طول استگاه سرما خوره تا شارگم تیری میکشه. اون 6 سال اون توه، بیرون خبر نداره. پا تو نمیری آبادان 25,000 تومن حق داشت تو بگیری؟ نه؟ 25 میلیونم باشه نمیرم. من نه غلام زنجی رو میشناسم نه دیدمش، کاریم به این کارا ندارم. برو به داشتم بگو خودتو عبد کردی، بسه. دست از سر ما وردار، باز یه نفس راحت بکشی. من بابا بهش بگم داداش بی داداش. آره همینو بهش بگو. زنده بودی؟ آره.
این مادر زنم با ما مثل خربوزه و عسل میمونه. تو هر جا ما دوتا باشیم کار اونجا تمومه. دو ماه پیشم زیر پای زنم نشست و اونم رفت میریش و گذاشت هجرا. مارم گرفتن و انداختن اون تو. خب داشتم چطوره؟ خیته واسط پیغم داد که بری آبادان و حقش و حق غلام زنجیری بگیری. گفت تو دل و جیگرش رو تو داری. نه ندارم. یه مرد این حرف رو نمیزنه. دوباره برات نگاه کن، من سه تا بچه دارم، زن دارم. یه وقتی سرم واسه این چیزا درد میکرد، اما حالا خبر به ام برسه یکی از این طول استگاه سرما خورده تا شارگم تیر میکشه، اون 6 سال اون توه بیرون خبر نداره. پا تو نمیری آبادان 25,000 تومن حق داشت تو بگیری؟ نه 25 میلیون هم باشه نمیرم. من نه غلام زنجیرو میشناسم نه دیدمش، کاریم به این کارا ندارم. برو به داشتم بگو خودت عبد کردی بسه، دست از سر ما وردار، باز یه نفس راحت بکشی. من بابا بهش بگم داداش بی داداش. آره همینو بهش بگو. باش باش. آره همینو بهش میگم، مثل این که میخواد برف بیاد، مواظب باش بچه ها سرما نخورن. خوش کله سلام، عجب حواس سرده با دیدی برگشتم. تو نمیری راست میگم، اومدنم که اومدنیم کردم، واسط خبرهای خیلی خوب دارم. دو تا اتاقی که خواسته بودی داره جور میشه، دو تا اتاق ناب، تموم شهر رو زدم زیر پا و دو تا اتاق جیره بردم، مثل ما عروس تموم اتاقا. ببینم چطه؟ گریم میکنه؟ من هیچ وقت نمیدونم تو کی راست میگی کی دروغ. اینو ننه خدا بیامرزم هم ندونست، وقت مردنش دستمو گرفت و گفت عباس. بگو هر با خاک آقام هر پنجشنبه به پنجشنبه میاد سر غربم و با واسم فاتحه میخونی. منم گفتم خیلی خوب ننه، هر با خاک آقام هر پنجشنبه به پنجشنبه میام و با واسط فاتحه میخونم. بعد یهو ننم همینطوری نگاه کرد و گفت خوابه خوابه چاقا نکن. بعد اون خدا بیامرز چونه انداخت. تو نمیری دو سه ماه یه خط در میون هر پنجشنبه به پنجشنبه. رفتم سر قبرش و با واسطش خدا بیامرزی تله بیدم. اصلا نمیدونم واسه چی من واسه اینقدر راست بگم. وقتی یادم میاد تو خونه ما همه به همدیگه دروغ میگفتن، خیلی هم خوش میزگش. تو نمیری والا مرگ مادرم. بی خوش کرده اینقدر حق نکن. دلم میخواد یه پیرم واسه خودت بدوزی که دور آستینشو دور یقش مغزی توری داشته باشه. اینه هم مال ننم، اینه هم مال خانوم خانوما. غذا خوبه جون؟ خنده دی بالاخره خندون دمت. مینه بچسبم جون، غذا خوبه. صبح من میرم جنوب، یه پولیه که باز بگیرم. اگه تو 5 روز برنگشتم عباس چخان بی عباس چخان، اما اگه برگشتم دو تو اتاق رو سخت مایدار رو من بقیه قضایی ها رو واسط جور میکنم. عباس بمیره راست میگم. آخه دیگه هیچی نگو، واسه خاطر تو باز با یه قومشون طرف سنجون. داشای رحیم خونچه رو که گفتم واسه تشون میقضا باشه گفتم. یه نمو
گفتم به هر شوخری اسم غلام زنجیره بگم منو صاف میبره پلوش. خودت میدونی اگه غلام زنجیر گفت اینی که اسم رو میدونست باز چی نهی بردش پیش ما؟ اون وقت چی جوابش میدی؟ واسهش نون داره تو نمیری جون تو. من همه رو میشتستم اسمه رو میدونم خیلی خان سال شبله دودای کوسته و واسطه و بقیه قضایی رو من جنگه رو اجازه خدا قریبی باز چی؟ من شما به قریبه ها جنس نمیدین آخه قریبه ها بعضی وقتا تون نمیدن قریبه قریبه هم نیستم من طرف احمد بیرق اومدم خورتون ملاجش من بچه ها رو چند تایشون رو میشناسم خلیل و دای کوسته با سال شبله تو واسطه با خود غلام زنجی رو ببینم کی رمز شناسایی غلام زنجی رو میدونه کجا؟ جواب بعدم میفهمی فعلا رفیق خلیل و دای کوسته با سال شبله تو غلام زنجی رو نباس من معطل بذارم بله سرایت کرد ببین بهش بگو داشت احمد بیرق اومده ببین یارو آدم هم در آر تو نمیری خیلی بهت میاد جایی دوست و دشمنم نشونش بده هنگ خودته کارم داشتی من لبه رودخونم یارو چش بود آمپرش کم و زیاد میکرد نمیشنستی قاچاقی هم دید نزن به بچه هستان آبادم نوه مشرز یخ فروش میگم که شما ها قضیه من و داشای ناکس رحیم خونچه رو نشنفتین نه ولک چطان نه ولک همه میدونم ولک اونا چهار پنج تا بودن و من یکی دمه چارای دودول حسن آباد بود
باچه ای یارو زنجیره تو پاره کن ببینی من شب داره بسته دیگه خون تو اگه بریزه ناحقه تو عمرم حق کسی رو ناحق نکردم حق داشتم میدم اما از اون نامردتر بر نیدم با اسممون زندگی میکنم یادت باشه هر جا رفتی بگی این طرف ما اینقدر مردی داریم که سهم نامردارم میدیم اینم ببر زندگی
امریکا های گل بول بول چار کرم بیجلو بیرم به به کجایی با چند روز پیدا دی؟ سلام عباس آقا این چریخ دیه مال خورش کشه عباس آقا چند دفعه خالت فرستاده دنباله میخواد کرده اون بیمن با اون یارو غلام رضا خوش داره حالا نمیاد باشه یه سری میری خونه مامان اشرفی به بنفشه میگه عباس آقا برگشته دو تا هو اتاقم واسه گرفته خلاصش واسهش قسم مستم زیاد بخور تا بار کنه بگو فلونی گفت اسباباتو جمع کن تا چشم بذاره خدمت میرسم قربون تو شاگرد تیز و بخ آقا بفرمید در به در داشتم دنبالت میگشتم مرگ تو خیر ایشالله این ماشین بنز تو یه امروز و یه فردا میخوام همین؟ همین فدای معرفته عباس این یارو بنفشه پاک زلیلت شده تو نمیری ما هم واسه سنگ تموم گذاشتیم حواست به این محمد دشنه باشه واسه خط نشون کشده ناکه بلش با بلش خب چه خبر؟ آره آبادان بودم یه گیری داشتم رفته بودم اونجا یه گیری رو با کنم بفرما سر شده اون وقت جات خالی یه شب ناپریزی کردیم و رفتیم تن عرخوری تو کافه نشسته بودیم یه دفعه دیدم تو میز بغل چهار تا هیکل میزون زل زدم به میز ما تو هم چه خواهید میدونی ما سرمون درد میکنه واسه دعوا تو نمیری به جون تو اون نفرشون هیکلا بجردی بل نسبت تو این گاب زبون داشتن این هوا چه بزن بزنی رو دست روبن هود این فرفره میچرخیدم و مینداختم خلاصه جات خاله این بنفشه خانم این سلام علیک سلام پیغوم آوردم واسه تون از عباس آقا از عباس؟ آره یا بیه بشه بگو داشتم دق میکردم بگو ببینم آره اولندش که بکی بکی قسم هر چی میگم راست راست بگو ده آره دومندش که راستی راستی شما خیلی خوش دلینا حرفتو بزن آره گفت اساستو جمع کنه منتظر باش اگرم باور نمیکنی از رضا دلال بپرس خلاصه بکی بکی قسم دو تا اتاقو واسه گرفته چشون دست تو چش داریده مراز چطه کجاست واسه من بخچه چه میکنی خبر کجا به تو ایش مربوط نی از که تا حالا چه خاصه من باز چشم رو هم بسرم و کارایی که ندیده بکرم باز چی میزنی بیشترم واسه اینکه تو برکت از تو کار میبری تا دائم سرت تو کار قاچاق شدنه من اینجا بمون نیستم منم میرم همونجور که اشرف بلنده رفت اشرف بلنده هیچ جا نرفت از توی خونه رفت زیر چراغی شد بات بات چره میزنی آخه واسه ای که بده کاری صف نداری زلیل چلایی بشکن اون دسته تو موندنی هستی گیرم هم که رفتی تا آخر عمر دشنه به دست پشت سرم آخ. یارو عباسه داره میادش اینجا مرد قا
پیاله پاشین. الان بعد آقا دشنه پر پرش میکنه. دستت بند بزن. کی داره؟ خالمو بفرستم سراغش. لابد با مردات طرف نمیشه. چرا میشه؟ تو مردش باش. وای اوجا خاطو پر شد. معلومی که پاسبانه برسن. میکشمت. اگه کی باشید؟ خالف میناز نه. باشو نامر کیو میدهی؟ برش کن میشرم همه چی نامر سالفا افتادی. ولش کن! مردم کشتنش! ولش کن که دست سوخته! ولش کن! ولش کن! جان مردمو کشتی! ولش کن! چی میخوای از جونش؟ که دست سوخته ولش کن! همینا! خاک تو سرم کنی! ولش کن! اگه مردم تک جلو! یک کاری میکنم زبونت وارده. من فلک میگیدم. من فلک فرم کنه. فرم کنه بکنه چیزی کرده. فرم کنه. چه خبره؟ بدکارم جفتشون. این پولا به ما نمیچسمه. ما دنده سخه یه قاز عوض میکنیم. پاشو برین. آره بریم. اینجا دیگه وای نستیم. تو برو عباس. برو پای کار زندگیت. ما هستیم تا تو خال شی. برو با. با پول من از زندون در اومده. با پول من داره نفس میکشه. مرد آقا پولارو. بکش راسته تو. مرد آقا پولارو نگاه. آقاشو تن لاش. پا تو اتو کفش اونا درار مرد داشته. فهمیدی؟ بریم بچه ها. بذاریم برن. زندگی همین یک قروب نیست. صحب هم داره. بری سراغ رسد دردار ببینین کجا خونه گرفتن. خدا ذلیلش کنه بیشرف. نگاه چی کارت کرده. کیس و کارش سیاه پوشش بشن. نمیدونی چه خونه نقلی بابا واسط پیده کرده. جو میده بابا واسط جوجه کشه. تو غرق خونی چجور میتونی بخندی؟ من که بهت گفتم هرچی کتک بخورم پروتر میشم. تازه اینجا من زخمی شده. کجات؟ اینجا تو آبادان شو. وای خاک تو سر. آره دیدی تیر کرده داشای رنگ خونچه بودم. قضیهش مفصله. واسط میگم آره بریم خونه. خونه؟ شب که آدم خونه نو نمیره. ساعت نداره. آره منم تازه داره دردم میگیره. میبرم یه چک هوای راست و سکه بخوری. خوبه؟ بچستم قبه خوبه؟ این ماشین خودمه. تازه کمپانی کشتمش بیرون. نگاه چه دلی بهش آویزون کردم. اینو دل خودم خونیه. قربون خودتو دلت برم الهی. خوش اشرف بلنده ما رو میدید. یا الله یا الله
هری شب جفتیم زمستان رفت باهار آمد. آقا پا کشیدیم تو باغچه شیر رشور بارم بیمزه باز اینجا که آدم یه یخ میزنه. ببینم خودش عشق داره دیگه، عشق داره. اگه میدونستیم او اتاق نداری یا باز تو سر ما بخوابیم سر را تو قهوه خونه جای خوراک پس لنجر میداختیم. درسته به فردوستیخ چاو بیان بردیست داردم با خاطرات جوانی زنده بکنه. گفتی خاطرات جوانی تو نمیری تو قطار تازه فهمیدم خاطر خواهد شده. آره تازه خاطر خواهید بعده. بسا یه خونه زندگی واسه درست کنم که حسرت دل همه بشه. چرا خفه خون گرفتی؟ دلم شور میزن. دل تو همیشه تغییر ورود داره. وای چقدر تن داغه. عوضش هوا سرده. چه این صدای جیرجیرک ها منو یاد دهی میندازه. این یاد اون پسر مش اکبر. صبح به صبح دم خونه ما که میرسی دم گاوشو میکشی تا گاوه سر و صداش در بیاد و من بفهمم داره میره سر کار. میدونی این جیرجیرک ها خیلی ناچستن. هر جا که شهر و شلوغی میشه و ماشین و کارخونه را میفته با این جیجیرک ها دست جمعی از اونجا کوچ میکنم میان لب رودخونه ها تو خم دره ها تو جنگل ها. خلاصه ناکس ها خیلی کیف میکنن. کاشکی ما هم جیجیرک بودیم. ما که جیجیرک هستیم. بذار کمکت کنم، بذار گرمت کنم. آره خیلی سب. الان سب کن جا انقدر خوبه. دیارم دوختم، شیشتام رو بالشی دوختم، پیرن آسین بلند یقه بستم، با مغزی توری دوت تا دوختم. خلاصه هر کاری گفته بودی کردم، اما نمیدونم چرا دلم شور میزنه. اشرف بلنده میگفت آدم هرچی به ترسه سرش میاد. سب کن تا اتاقا رو ببینی. اتو کوچه معلومه؟ او چه معلومه، انقدر خوبه. دیدی عقدت هم کردم، واسه ننم هم این همه کار نکرده بودم. تو نمیری دروغ تو ذات ما نی، واسه حرفامو باور کنی. مردم واسه هم حرف داره بردن که چه خانی کنم. آره بالا مردم واسه حرف داره. اگه دستم به این مردم برسه بی خود خونه تو کثیف نکنه عباس جون. نمیدونم این همه چه خان کن تو دنیا هست، مردم از جون من چه میخوان؟ مردم رو ولشون کن، تو رو خدا خونه بگو. خونه؟ آخ چه خونه ای، انقدر خوبه انگار هرم سرا میمونه. رضا دلال میگفت لنگای این دو تا اتاق مثل ما تو تموم قاره ایرون پیدا نمیشه. اینجا درشه، اینم را روشه، بلند و باریک و تو تاریک. تو این راه رو سر تا سر آینه کاری بوده، میگن 400 تا آینه کار خبره شب و روز روش کار میکردن. نما دل دوزا اومدن و آینه ها رو کش رفتن. حالا خونه رو نگاه، مثل ماه میمونه.
هموم تهرونو به جردی لنگش پیدا نمیشه. حتی بدونی چقدر شد باسم این دوتا اتاق مثل ما. همه یه گچبوریاش از این سر تا اون سر کار اوست رجب گچبور بوده. به یه دونه خش تو پیاش مصرف نشده، همش حاضاقیه. گاز خوبه، از اونجا میره رو بهارخواب. چه بهارخوابی، جون میده واسه پچه بند زدن. حالا یه موچم بده. شش ماه دنبال این دوتا اتاق گشتم، تازه همسایم نداریم. صابخونمون اینجاست که اونم رفته شافت لزیم شم روشن کنه. باورت نمیشه من خونه زندگی دارت کنم، اما به خدا قسم دروغ تو ذات مانی. دو تا ماهی هم خودم برات کشیدم. چه؟ چرا مفقود شدی؟ خوشحالم که مفقود شدی. تازه خود این قصه خوبه؟ مگه نه؟ بیا اینم چیلی داشت، برو تو اتاقا قدم رو برو، هر کاری میخواد بکن. ماره خودمونه مگه نه؟ قشنگه نه؟ خوشت که میاد که خونه زندگی دار شدی. فردا باز بریم کلی جنس بخریم که اتاقا رو پر کنیم. ماخه مهمون پیمون میاد بده. حالا تو دیگه حسرت اشرف بلندتر نماز بخوری، اون هرچی بخوای واسط فراهمه. فردا شب شروع میکنیم به جوجه کشی، اتاقا رو پر جوجه میکنیم. غذا خوبه. هرچی هم هم و چهری داشتی واسه خونه کارت نماشه، به خودم بگو. اشرف بلنده رو صبح همون شبی که رو خلاصش کردم دارم خلاصت میکنم. بچه نه تو بلندش کنه. همسایه ها پشت درن موازمه باش، دوباره به نزنه. بالاخره یکی به دامان
خب این شب جمعه هم تموم شد. پسر بونت مثل من میگیره با ایس کنم ببیرونا. از وقتی که به دنیا میاد دیگه دروغ نگیه. دکه مگه میشه؟ مگم اگه مو کف دست من دیدی از ما دروغ شنفتی. خب گفتی بالاخره چند وقت؟ والا 5 سال و 6 ماه دیگه میام بیرون. تازه بخششم شما داشای رحیم کنچه رو با همه زندون میدون اونا هفته بودن و من یکی که بزن بزنی بی تو